ما فراتر از یک صنف درسی به آموزش ادامه می دهیم. برای آموزش بیشتر چینل ما را سابسکرایب نموده و با دوستانتان شریک سازید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم به تمام دوستایی که امیل لحظه ویدیو رو میبینن. امروز به ادامه درس های قبلی ما درباره مقاومت بدن در مقابل انتان صحبت مونیم. ما و شما در دو ویدیو قبلی درباره مقاومت بدن در مقابل انتان صحبت کردیم و فهمیدیم که کدام حجرات مسئولی با وجود آوردن معافیت و مقاومت عضویه در مقابل انتان و یک از مکانیزم هایی که مقاومت را در بدن ما و شما با وجود می آورده حجرات که عملی فاگوسایتوزیس بود درباره صحبت کردیم. امروز دومین مکانیزمی که باعث پروتکشن یا باعث محافظت بدن ما و شما در مقابل انتان میشه درباره زو صحبت می‌کنیم. یعنی موضوع بحث امروز ما و شما درباره التهاب یا انفلامیشن، درباره انفلامیشن یا التهاب چی هست. ببینید دوستای عزیز، شما زمانی که درس می‌خونین باید کوشش کنین مفهومش رو درک بکنین. نه که ما و شما خط خط التهاب یا انفلامیشن تعریف بکنیم یا برش بکنیم. ببینید هدف از التهاب یا انفلامیشن چی هست. زمانی که یک آسیب نسجی به وجود بیاد، یک صدمه نسجی به وجود بیاد، این صدمه نسجی در هر بیزی که باشد، به هر علتی که باشد، میتونه این صدمه نسجی توسط یک انتان به وجود بیاد، میتونه اینمی صدمه نسجی توسط یک صدمه، توسط یک تروما به وجود بیاد، توسط یک تروما به وجود بیاد، یا میتونه توسط یک ماده کیمیایی به وجود آمده باشه، توسط کیمیکال اجنت به وجود آمده باشه، میتونه توسط توکسین به وجود آمده باشه، میتونه توسط تشعشع یا توسط رادیشن به وجود آمده باشه، میتونه توسط حرارت به وجود آمده شه یا هر عاملی دیگه. زمانی که اینمی عوامل بیا باعث تخریب انسان شد، باعث صدمه حجرات شد، در نتیجه یک تعداد حجرات ما شما از بین میره، حجرات میمیره. در نتیجه از بین رفتن اینمی حجرات، زمانی که اینمی صدمات در یک قسمت از انسان به وجود بیا، یک تعداد حجرات میمیره. اینمی حجرات آسیب دیده خودشان یک تعداد مواد کیمیایی را آزاد نه، اینمی مواد کیمیایی آزاد شده توسط از این حجرات چی میکنه؟ وظایف حجرات نرمال اطراف خود را تغییر میده. این حجره خودش از بین رفته، مرده و در نتیجه یک تعداد مواد کیمیایی را آزاد مونه، یک تعداد مواد کیمیایی را در اطراف خودش آزاد نه. اینمی مواد کیمیایی چی میکنه؟ وظایف نرمال حجرات اطراف خودش تغییر میده که ما بینمی یک تغییری مغلق و پیچیده حجرات نرمال اطراف حجرات آسیب دیده چی میگیم؟ التهاب میگیم. التهاب اونمو تغییرات مغلق و پیچیده‌ای که ما نمیفهمیم فعلا چی تغییراتیه، بعدا صحبت نیم دربارش. ما به اونمو تغییرات مغلق و پیچیده حجرات نرمال اطراف حجرات آسیب دیده چی میگیم؟ التهاب میگیم. که چی میکنه اینمی تغییرات؟ طوری که اینمی تغییرات حجرات نرمال، این حجرات نرمال فرض کنین، این حجرات آسیب دیده، اینمی تغییرات حجرات چه تغییرات حجرات نرمالی اطراف حجره آسیب دیده چی میکنه؟ باعث میشه که از انتشار اینمی آفت و دیگر قسمت ها جلوگیری بکنه. ما به اینمی تغییرات مغلقه که مانع انتشار آفت، صدمه و دیگر قسمت های عضویت میشه، ما به اینمی تغییرات مغلق التهاب یا انفلامیشن میگیم. یعنی هر کس از شما پرسانه که التهاب یا انفلامیشن تعریف کنین، تعریف شنیمیه. هرگاه یک آسیب، یک صدمه، یک آفت به یک حجره بدن ما و شما تخریب کنه، اینمی حجره تخریب شده یک تعداد مواد کیمیایی را آزاد مونه که اینمی مواد کیمیایی آزاد شده وظایف حجرات نرمال اطراف از این ساحه را تغییر میده که ما بینمی تغییرات که
در وظایف حجرات نرمالی اطراف حجره آسیب دیده به وجود آمده التهاب میگیم. این تغییرات چی میکنه؟ این تغییرات مانع انتشار آفت به دیگه قسمت ها میشه. در حقیقت اینمی التهاب کوشش میکنه که اینمی آفتی به وجود آمده را در اینمی ساحل لوکالایز بکنه، موضعی بکنه و از انتشارش چی بکنه؟ جلوگیری بکنه و این خودش محافظت میکنه ما شما را، یک موضوع پروتکشنه. خب حالا وقتی که اینمی التهاب به وجود میاد، پس مشخصی یک التهاب چیه؟ کاراکتر یا مشخصی التهاب چیه؟ ببینید کاراکتر آف انفلامیشن، انفلامیشن. ببینید مهمترین کاراکترهای یک التهاب کدامه؟ ببینید این وقتی که التهاب به وجود میاد، ما شما یک التهاب به اساس کدام مشخصش میشناسیم؟ اولین کاراکتر یا مشخصه التهاب وضع و دایلیشن موضعیه. وضع و دایلیشن یعنی در التهاب رگها کپلری های خونی عموساهی آسیب دیده وضع دایلشن انجام میده و زمانی که وضع دایلشن انجام داد یا توسعی ویایی رخ داد، توسعی ویایی چی میکنه؟ توسعی ویایی باعث افزایش جریان خون در ساحه میشه، باعث میشه که پرفیوژن نسجی افزایش پیدا بکنه، باعث زیاد شدن جریان خون در ساحه میشه. دومین مشخصه التهاب چیه؟ دومین مشخصه التهابیه که اینمی رگهای ساحه آسیب دیده قابلیت نفوذیه یا پرمیبیلیتیش افزایش پیدا میکنه، یعنی افزایشی پرمیبیلیتی حجرات عمو ساحه، یعنی اونمو ساحه که آسیب دیده رگهای خون و نظم ساحه قدرت نفوذیش افزایش پیدا میکنه و این خودش در انتقال حجرات التهاب، حجرات معافیتی عضویت، حجرات مقاومت عضویت ما و شما از داخل رگهای خون به اون ساحه چی میکنه؟ سهولت میبخشه و همچنان مایات از این قسمت خیلی بسیار براحتی چی میکنه؟ فرار میکنه. مشخصه سومی که در چی بوجود میاد؟ در حادثه التهاب بوجود میاد یکی مایات بین النسجی اون مساحه سخت میشه، کلات تشکیل میده، clotting of interstitial fluid، interstitial fluid. زمانی که چه قابلیت نفوذی اویه امی ساحت تغییر بخوره، یک مقدار زیادی از حجرات و پروتین های لخته کننده از داخل رگهای خون خارج میشه و به مسافه بین النسجی انتشار پیدا میکنه و اینمی پروتین ها وقتی که انتشار پیدا میکنه مایه اونمو ساحر، مایات بین النسجی اونمو ساحر سخت میکنه، کلات تشکیل میده تا اینمی کلات نگذاره اینمی آفت انتان و دیگه قسمت ها چی بکنه؟ انتشار پیدا بکنه و این کلات زیادتر از باعثی افزایش یا موجودیت مقدار زیادی فیبرینوجن در مایات و نظم ساحه به وجود میاد. چهارمین کاراکتر یا مشخصه التهاب چیه؟ افزایش حجرات نیتروفیل و ماکروفاژ در ساحه، یعنی افزایش فاگوسایت ها، فاگوسایت ها در ساحه. شما میفهمین که فاگوسایت ها نیتروفیل و ماکروفاژ که توانمندی برای میکروب داره، این یک از مشخصه دیگه التهابیه که در اون ساحه که التهاب به وجود آمده یا انفلامیشن به وجود آمده فاگوسایت ها تعدادش افزایش پیدا میکنه، انفیلتریشن از اینا چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. مشخصه بعدی یا پنجمی التهاب چیه؟ سویلینگ یا پوندیدگی اون مساحه. موضوع چیه؟ سویلینگ یا پوندیدگی ساحه التهاب دیده یا اون ساحه که مصاب آفت شده التهاب ده و ساحه به وجود آمده، این سویلینگ یا پوندیدگی یا اوزیما به وجود می از امون خاطر که اون مشخصات کلینیکی یا علائم کلینیکی التهاب را چی میگه؟ اول میگه سرخی یا ریدنیسه. ببینید اینجا نیمشتر مانید
clinical sign of inflammation. یعنی از لحاظ کلینیکی شما یک التهاب را چی رقم شناسایی بکنید؟ التهاب چی مشخصه داره؟ یکی از مشخصه التهاب ریدنس یا سرخیه. ریدنس یا سرخیه. و شما میفهمین که ریدنس یا سرخی در التهاب از باعث افزایش جریان خون در ساحه به وجود میاد. زمانی که جریان خون افزایش پیدا بکنه، مقدار زیاد خون در ساحه میره و قاضی دیگه. خون ما شما RBC داره، RBC آهن داره و خودش که باعث سرخی و ساحه میشه. دومش باعث پین یا درد. درد یا پین خودش یک از مشخصه التهابه. چرا درد به وجود میاد؟ شما میفهمید زمانی که التهاب به وجود میاد، در نتیجه التهاب به حجرات آسیب میبینه و در نتیجه آسیبی حجرات یک مقدار مواد کیمیایی آزاد میشه. این می مواد کیمیایی آزاد شده آخذه های درد را که در ساحه وجود داره تنبیه مانه و تنبیه آخذه های درد باعث چی میشه؟ باعث حسی درد در بدن ما و شما میشه. مشخصه دیگه ای که از لحاظ کلینیکی مشخصه دیگه التهاب حرارت یا گرمیه یا تب یا فیوره. شما میفهمید وقتی که التهاب به وجود بیاد پرفیوژن نسجی افزایش پیدا میکنه. خود این پرفیوژن نسجی خودش باعث انتقال حرارت به ساحه میشه. از اون خاطر که چیه؟ این مشخصه دیگیش که است اوزایما یا اودیما. یعنی در ساحه التهابی پوندیدگی به وجود میاد. پوندیدگی که در نتیجه در التهاب به وجود میاد زیادتر از باعث پرمیبلیتی اوویه، افزایش پرمیبلیتی اوویه، یعنی در اینجا قدرت نفوذی اوویه و ساحه افزایش پیدا میکنه. خب شاید سوال در ذهن همه شما مطرح شود که استاد اینمی تغییراتی که در التهاب به وجود میاد مسئول از به وجود آوردن این تغییرات کیه؟ یعنی کدام ماده باعث به وجود آمدن اینمی تغییرات در التهاب میشه؟ اما چی باعث ازی میشه؟ وقتی التهاب به وجود میاد حجرات نسجی آسیب میبینه. در نتیجه آسیب حجرات یک تعداد مواد کیمیایی توسط نظام حجره تولید میشه. مثلا کدام مواد کیمیایی؟ مواد کیمیایی که در این تولید میشه هستامینه. هستامین. دومش سروتونین. دومش سومش برادیکینینه. برادی. چهارمش پروستاگلاندین. پروستا گلندین. پروستاگلاندین. اینی حجراتی که به وجود آمده، اینی مواد کیمیایی که توسط حجرات آسیب دیده تولید میشه، اینمی تغییرات را در ساحه به وجود میاره و در نتیجه باعث میشه که اونمو آفتی که به وجود آمده اونمو آفت در اونمو ساحه لوکالای شوه، موضعی شوه. از همون خاطره که میگه مهمترین تأثیر التهاب تأثیری والینگ ها، والینگ آفشه. والینگ آف هدفش محصورسازیه، محصورسازی. یعنی وقتی که آفت به وجود میاد التهاب وظیفش اینیه که آفت اندرمی ساحه محصور نگاه بکنه و نگذاره ای آفت به دیگه قسمت ها انتشار پیدا بکنه، که خود نظامی در حقیقت در محافظه نمودن قسمت های دیگه بدن ما و شما کمک مونه، بدن ما و شما را در مقابل زیانتان حفاظت میکنه. پس چیزی که بسیار مهمه متوجه باشین، شدت التهاب مستقیما متناسب به شدت آفته. به هر اندازه ای که شدت آفت بیشتر باشد التهاب سریعتر و زودتر تشکیل میشه و به هر اندازه ای که عملیه التهاب سریعتر و زودتر تشکیل شوه زودتر از انتشار انتان جلوگیری میشه. اما به هر اندازه ای که اینمی عملیه التهاب، پروسی التهاب دوام پیدا بکنه تشکلش دیر زود به وجود نبیه، دیر به وجود بیه، انتشار انتان بیشتر میشه. مثلا شما ببینین در کتاب شما گفته دو انتان داریم، یکی استافیلو کوکس، یکی استریپتو کوکس. استریپتو کوکس. استافیلو کوک انتانی که مخربه، قدرت به وجود آوردن مرضی زی بالایه. وقتی داخل عضویت ما و شما میشه حجرات بدن ما شما رو زود تخریب نه و در نتیجه در مقابل از این سریعا زود
التهاب تشکیل میشه و زمانی که التهاب تشکیل شد از انتشار استافیلوکوک در دیگر قسمت ها جلوگیری میکنه. و اینمی استافیلوکوک است که در اونمو ساحت چه لوکالایز باقی میمانه و اکثرا اون در اون لوبی که وجود داره که اون در اون لوب لوکالایز میشه و اکثرا استافیلوکوک باعث لوبر نمونیا میشه و در یک لوب نمونیا به وجود میاد در دیگر قسمت ها که هیچ انتان آفت رو به وجود نمیاره. اما استرپتوکوکس چه؟ استرپتوکوکس قدرت مرضایی از این نظر به استافیلوکوک پایینه، پاتوجنیسیتی از این نظر به استافیلوکوک پایینه. از اون خاطر که وقتی این داخل عضویت ما شما میشه التهاب، حادثه التهاب زود تشکیل نمیشه. اینمی که بعد از داخل شدن استرپتوکوک داخل عضویت زود التهاب تشکیل نمیشه، التهاب به وجود نمیاد. زمانی که التهاب وجود نامد پس اینمی استرپتوکوک در دیگه قسمت های بدن ما شما انتشار میکنه تا یک التهاب وجود بیه. از امون خاطر که استرپتوکوک کشنده تر نسبت به استافیلوکوک، اکثر باعث مرگومیر بیشتر نسبت به استافیلوکوک میشه. چرا؟ به خاطر که در حال با وجودی که استافیلوکوک مخربتر نسبت به استرپتوکوک، اما چون در اینجا سریع التهاب تشکیل میشه از انتشارش جلوگیری میکنه، از اون خاطر این زیاد باعث مرگومیر نمیشه. اما این با وجودی که پاتوجنیسیتی چیزی پایینه اما مرگومیر ناشی از این بالایه. چرا؟ به خاطر که در اینجا زود التهاب تشکیل نمیشه. ما گفتیم هر قدر خود اینم شدت التهاب مستقیما متناسب با پاتوجنیسیتی انتانه، به هر اندازه که انتان قدرتش بیشتر باشد التهاب سریع در مقابلش تشکیل میشه. اما در اینجا خودش کسه پاتوجنیسیتی پایینه اما التهاب زود در مقابل تشکیل نمیشه. از خاطر که چیه؟ پروسه محصول سازی یا والینگ هاف صورت نمیگره و این در قسمت های زیادی بدن ما شما چی میکنه؟ انتشار پیدا میکنه. خب چیزی دیگه مهم که در عمل التهاب باید ذهن شما باشه و باید شما یاد داشته باشین اینه که در حادثه التهابی کدام حجرات خون زیاد نقش داره یا بدن ما شما را محافظه میکنه. در حادثه التهابی حجره نتروفیل و حجره ماکروفاژ رول مهم را بازی مانند. از همون خاطر که میگه عکس العمل ماکروفاژ های نسجی در مقابل انتان اولین خط دفاعی را در حادثه اینفلامیشن تشکیل میده. یعنی first line defense یا خط اول دفاعی در عملی التهاب کسی میگه چیه؟ شما میگین فاگوسایتوس میکروب یا بلعیدن میکروب توسط تیشو، ماکروفاژه. ما شما سیستم رتیکول اندوتلیال خوانده بودیم، ما گفته بودیم که در تمام قسمت های عضویت یکی دادی از مونوسایت ها میره به ماکروفاژ تبدیل میشه و در مو قسمت های چیه؟ ذخیره میشه. مثلا در جیل گفته بودیم هستوسایت ها ذخیره، در شوش الویول های چی ماکروفاژ هایی که در الویول وجود داره، در لنف نود، در اسپلین، در بون مرو، در تمام قسمت های بدن ما شما این ماکروفاژ ها جایگزینه. زمانی که انتان در این قسمت داخل شوه اولین بار این ماکروفاژ ها میره و کوشش میکنه این انتان رو بله بکنه، فاگوسایتوسیس بکنه. مثلا وقتی که انتان در جلد ما شما داخل شوه اولین خط دفاعی را هستوسایت ها یا اونم ماکروفاژ هایی که در جلد ما شما وجود داره در مقابل انتان تشکیل میده. طور چی بکنه؟ طور بله بکنه، فاگوسایتوسیس بکنه. از اون خاطر اولین خط دفاعی را در مقابل انتان در عملی چی التهاب چی تشکیل میده؟ تیشو ماکروفاژ ها تشکیل میده. دومین چیز ببین، دومین خط دفاعی چیه؟ وقتی که انتان به وجود آمد ماکروفاژ ها تنها رو نمیتونن از بین ببرن. این تغییراتی که وقتی به وجود میاد اینمی تغییرات باعث میشه که نتروفیل ها بیشتر در ساحه حاکی میشوند و اینمی عکس العمل نتروفیل ها یا فاگوسایتوس انتان توسط نتروفیل ها دومین خط دفاعی را در حادثه التهاب یا اینفلامیشن تشکیل میده. یعنی second line defense، یعنی خط دوم دفاعی در عملی التهاب چیه؟ فاگوسایتوسیس by
نتروفل. این چی میکنه؟ این دومین خط دفاعی تشکیل میده. سومین خط دفاعی چیه؟ بعد از اینکه انتون در ساحه آمد، اول چی میشه؟ اول کوشش میکنه اینمی تیشو ماکروفاژ ها رو از بین ببره. اگر این نتونست، بعد نیتروفل هایی که از دوران داخلی ساحه میشن. شما میفهمید نیتروفل ها حجات پخته ای که توانمندی فاگوسایتوز هم در داخل دوران هم در مسافه بین نشی داره. این نیتروفل ها در ساحه حاکم میشه و کوشش میکنه انتان رو بله بکنه. اما خط سوم، خط سوم دفاعر چی تشکیل میده؟ خط سوم دفاعر در حادثه انفلامیشن فاگوسایتوز ثانوی توسط مکروفاژ های سکاوند انویژن یا حمله دومی مکروفاژ های. زمانی که خوب دقت کنید در این ساحه آفت به وجود آمده، اولین بار این مکروفاژ از سابق اینجا بود، پس این اولین خط دفاعی تشکیل میده و میره ایره چی میکنه؟ ایره بل میکنه. اما زمانی که پرمیبلیتی زیاد میشه، نیتروفیل هم آمد و مونوساید هم آمد. دست همه اینی مونوساید چیه؟ غیر فعاله. وقتی در مسافه بین نشجیمه تغییرات ریش به وجود میه، بزرگ میشه، غیر منظم میشه، پای کازی پیدا میکنه و او زمانی به چی تبدیل میشه؟ ای به مکروفاژ تبدیل شد. پس اینی مکروفاژی که از مونوساید دورانی به وجود آمده، وقتی ای بیای انتانه فاگوسایتوسیس بکنه، این خط سوم دفاعی تشکیل میده. یعنی خط سوم دفاعی در حادثه التهاب یا اینفلامیشن توسط مکروفاژ های به وجود آمده از مونوسایت های دورانی یا حمله یا فاگوسایتوسیس دومی توسط مکروفاژ ها رو مشخص می‌کنیم، میگیم خط سوم دفاعی. چهارمین خط دفاعی در حادثه التهاب یا اینفلامیشن در مقابل انتان افزایش تولید نیتروفیل و مکروفاژ ها توسط مخ عظم. یعنی در این حالت پروداکشن یا تولید نیتروفیل و مونو سایت دورانی توسط مخ عظم یا بون مرو افزایش پیدا میکنه. وقتی که التهاب با وجود میاد، وقتی که یک انتان داخل عضویت میشه، در حالا سیستم دفاعی ما شما کوشش میکنه تعداد عساکر رو در ساحه زیاد بکنه تا اون امور رو چی کنه؟ براحتی از بین ببره. مثلا یک دشمن در یک ساحه میفهمید که وقتی دشمن در یک ساحه حمله مونه، وزارت دفاع ما شما نیروهای بیشتر در ساحه حاکم میکنه تا اون چی بکنه؟ از بین ببره، نابودش بکنه. اینجا مونه مرقمه. زمانی که یک آفت قسمت به وجود میاد، برای که اینمی حجرات موجود در ساحه باید در مقابلش عکس العمل نشان بده و برای ازو که حجراتی که موجود در دوران خونه اینا باید عکس العمل نشان بده، باید تعداد از نام افزایش پیدا بکنه. از اما خاطر که خط چهارم دفاعی در مقابل انتان را در حادثه اینفلامیشن چی تشکیل میده؟ افزایش تولید چی؟ نیتروفیل و مونوساید در مقابل انتان. پس میبینیم یک جنبندی ساده بونیم، التهاب فهمیدیم که التهاب اونمو تغییراتی که در اطراف حجرات نرمال حجره آسیب دیده وجود نه و نمیگذاره اینمی آفت یا التهاب در دیگه قسمت ها انتشار پیدا بکنه. اینمی تغییرات را هر چی که هست ما شما اینمی تغییرات را به نام چی میگیم؟ به نام التهاب یا اینفلامیشن میگیم. تغییراتی که مانعی چی شد؟ مانعی انتشار انتان در دیگه قسمت های عضویت شد. پس مهمترین وظیفه و مهمترین تاثیر التهاب در بدن ما شما چیه؟ والینگ آف یا محصورسازیه. انتان را در ساحه که به وجود آمده لوکالایز یا موضعی میسازه. پس اونمو تغییرات که اینمی یا مشکل اینمی اثر به وجود میاره و نمیگذاره این انتان در دیگه قسمت ها به وجود انتشار پیدا بکنه کدامه؟ ببینید در حادثه التهاب اول وضع دایلشن رک های خون اونم ساحه به وجود میاره. دوم پرمیبلیتی یا قدرت نفوذی اویاهای اون مساحه افزایش پیدا میکنه. سوم مایعات نشجی اون مساحه کلات میشه، سخت میشه.
از باعث موجودیت فیبروجن ها اینمی سخت میشه، اینمی سخت شدن مایعات بین النشجی مانع انتشار آفت به دیگه قسمت ها میشه. دوم فاگوسایت ها دست از زیاد میشه، تا اینمی آفت به وجود اومده چی بکنه؟ فاگوسایتوسیس بکنه، از بینش ببره. دیگه چیه؟ دیگه سویلینگ یا زایما وجود میه. بعد موضوع دیگه خطوط دفاعی در مقابل انتان کدام خطوطه؟ اولین خط دفاعی در حادثه التهاب مکروفاژ های موجود در انساج تشکیل میده، تشیو مکروفاژ و مکروفاژ هایی که قبلا اینجا جاگزین هست. ما در رتیکول اندوتلیال سیستم دیگه باره صحبت کرده بودیم، در هر عضو بدن ما شما یک تعداد مکروفاژ ها برای اینیمیت یک حالت وجود داره که هرگاه انتان داخل شه اون رو دفعتا از بین ببره. دومین خط دفاعی یک چی تشکیل میده؟ فاگوسایتوسیس توسط نوتروفیل های. نوتروفیل ها در اوساها وجود نداره. وقتی که گافت به وجود میاد، اول نیتروفیل ها از داخل دوران شما میفهمین کنار گزینی را انجام میده، مارجینیشن انجام میده. بعد توسط عملی دیاپیدیسیس از داخل رگ های خون به مسافه بین النشجی میره و بعد این توسط عملی شیموتاکسیس خود به طرف انتان میرسانه که شما ویدیوی فاگوسایتوسیس ببینید در اون تشریح شده. بلعیدن یا فاگوسایتوسیس توسط نیتروفیل ها را ما شما میگیم دومین خط دفاعی بدن ما شما تشکیل میده. سومین خط دفاعی رو چیه؟ حمله دومی مکروفاژ ها علیه اینمی انتانه. این مکروفاژ ها متوجه باشن، مکروفاژ های جدیدی که از مونوسایت های دورانی به وجود آمده، اگر مکروفاژ های موجود در انساج انتان فاگوسایتوسیس بکنه خط اولی دفاعی بود، اما اگر مکروفاژ هایی ببینید، اگر مکروفاژ های تازه تولید شده، مکروفاژ های به وجود آمده از مونوسایت های دورانی انتان مورد حمله قرار بده، پس این چیه؟ این خط دفاعی چیه؟ سومی ما شما هست. خط دفاعی چهارم ما شما چی تشکیل میده؟ افزایش تولید تعداد نیتروفیل ها و مکروفاژ های یا مونوسایت های، یا باید تعدادش زیاد شود تا عملی فاگوسایتوسیس راحت تر خوب تر انجام بده. چون میفهمین در زمانی که التهاب به وجود میاد، وقت در حقیقت این جنگ دیگه انتانی که به وجود آمده، اینمی انتان اینمی نیتروفیل ها و مکروفاژ ها رو چی میکنه؟ از بینش میبره، تخریب میشه. از او خاطر بدن ما شما به تعداد زیادی از اینا ضرورت داره، از او خاطر که تولید از اینا چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. بازم تشکر از توجه شما، آرزو دارم که این درس هم فهمیده باشین یا تا نره، به خاطر که کیفیت آموزش ما و شما، خدمات آموزشی ما افزایش چه بهتر و خوبتر و عالیتر شود. لطفا نظریتتان با ما برادران شریک بکنید، کامنت ها بگذارید و ما حتما کامنت ها را در نظر میگیریم و خیلی هم سازنده ما کوشش مونیم بهترین مواد درسی را برای شما آماده بکنیم و شما هم باید ازش استفاده بکنید. چینلتان حتما لایک و سابسکرایب کنید و با دوستانتان شریک بکنید. موفق پیروز باشین.